سلام دوستان عزیز، من مسعود هستم و اینجا کانال ما در شیوسا هستش. خیلی از دوستان از من سوال میپرسن و میگن که کلن برای گرفتن گرین کارت از طریق NIW ما چه مدارک کلی نیاز داریم، کدوم مدارک ارزش دارن، کدوم مدارک ارزشی ندارن که ما بخوایم بریم دنبالشون و کلن چیکار بکنیم که یک رزومه قوی تری داشته باشیم و منسجم تر و روی چه مدارکی بیشتر فوکوس بکنیم. من امروز میخوام راجع به اون مدارکی و اون در واقع اچیومنت های اون دستاورد های شما که برای گرین کارت از طریق NIW ارزشمند هست براتون توضیح بدم. اما قبل از اون، اگه این اولین بار هستش که از کانال من دیدن میکنید، لطفاً همین الان روی دکمه سابسکرایب کلیک بکنید، علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید من جا نمونید. علاوه بر اینها من یه پیج اینستاگرام، یه کانال تلگرام و یه گروه تلگرام دارم که آدرسش رو این پایین میذارم و خوشحال میشم که اونجا هم شما رو همراه خودم داشته باشم. خب ببینید، برای گرفتن گرین کارت از طریق NIW کل رزومه شما مهم هستش، یعنی رزومه شما به صورت کلی بررسی میشه، اما یه سری آیتم ها توی این رزومه شما و توی این CV شما ارزش بیشتری دارن. اول موردش اون مقاله و سایتیشن هستش که شما باید مقالاتی داشته باشید که در واقع چاپ شده باشه و نشون بده که شما توی اون فیلد کاری خودتون آدم متبحری هستید و مقاله چاپ کردید. و حالا اینکه مقاله نفر اول باشه یا نه، اینا خب حالا جدا فرعیات هستش، اما داشتن مقاله و داشتن سایتیشن بسیار عامل مهمی هستش. گرچه بودند کسانی که بدون مقاله و بدون سایتیشن هم تونستند گرین کارت بگیرن، اما خیلی 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 نادر بوده، من شاید کمتر از انگشتای دستم بوده. اما داشتن مقاله و سایتیشن خیلی کمک میکنه که اون وکیل بتونه راجع به اون دستاوردهای شما، راجع به اون کار علمی شما و راجع به اینکه در آینده میخواد چه استفاده از کارهای شما بشه، کیا به کار شما سایت کردن، در مورد اینا برای شما یه پتیشن خوب بنویسه و بتونه اون آفیسر USCIS رو قانع بکنه. مورد دوم داشتن مدرک تحصیلی هستش، مدرک تحصیلی در واقع تحصیلات تکمیلی که من قبلا یه ویدیو ضبط کردم و گفتم که حتی بدون مدرک تحصیلات تکمیلی هم میشه برای گرین کارت نخبگان اقدام کرد، که البته اون شرایط خاص داره، لینک اون ویدیو رو این بالا میذارم. اما کلا به صورت روتین و به صورت پایه نیاز هستش که شما مدرک تحصیلات تکمیلی یعنی مستر یا دکترا رو داشته باشید که بتونید برای این مدل گرین کارت اقدام بکنید. مورد سوم ارائه هایی هستش که شما توی کنفرانس ها میدید. حالا کنفرانس های ملی ارزش کمتری دارن، کنفرانس های بین المللی ارزش خیلی بیشتری دارن و شما باید اون ارائه هایی که تو کنفرانس ها حالا به شکل پوستر بوده یا به شکل ارائه دوا اورال بوده اونها رو داشته باشید، مدارکش رو داشته باشید، یعنی هم اون برگه ارائه رو، همون تو کتابچه اگر که چاپ شده اون ابسترکت رو و اون گواهی ها رو باید داشته باشید و اینها میتونه امتیاز داشته باشه. مورد چهارم داشته بودن ممبرشیپ در واقع توی انجمن‌ها و توی اون انجمن‌هایی هستش که مرتبط با رشته شما باشن، ولی نه انجمن‌هایی و اسوسییشن‌هایی که در واقع فقط با پرداخت پول میتونید عضو بشید، نه، اونهایی که برای ورود درشون یه سری در واقع کریتریا وجود داره، یه سری شاخص‌های اولیه وجود داره و همه نمیتونن با پرداخت پول واردش بشن، اون هم عضو بودن تو اون انجمن ها هم امتیاز داره و میتونه رزومه شما رو قوی بکنه. مورد پنجم گرفتن فاند یا گرانت برای پروژه هایی هستش که شما انجام دادید. این خیلی مورد مهمی هستش، توی آمریکا داشتن گرانت خیلی اهمیت زیادی داره و اینکه شما بتونید از یک سازمانی، از یک مؤسسه یک گرانتی رو بگیرید که ساپورت بکنه کارهای شما رو، این میتونه به آفیسر اون دید رو بده که شما در آینده هم میتونید برای کارهای خودتون به صورت مستقل عمل بکنید، گرانت بگیرید و بتونید پروژه خودتون رو پیش ببرید. پس فاند و گرانت از هر جایی که گرفتین با جزئیات بنویسید و این بهتون خیلی کمک میکنه. مورد ششم جوایزی هستش که شما گرفتید. این جوایز میتونه جوایز داخل دانشگاهی باشه، ملی باشه، بین المللی باشه، فقط باید مشخص بکنید که برای این جوایز شرکت کننده ها چه تعداد بودن، در نهایت چند تا جایزه تعلق میگرفته به چند نفر و این میتونه نشون بده که اهمیت اون جایزه و اهمیت اون در واقع سمیناری که برگزار شده برای دادن این جایزه چقدر بوده. پس روی جوایز هم حتما فوکوس بکنید. مورد هفتم انجام داوری برای مجلات هستش. نه همه مجلات، چون همینجور که میدونید خیلی از بچه‌ها هستن که ایمیل دریافت میکنن روزانه، خود منم همینطور، که بیاین برای مجله ما داوری انجام بدید، خیلی سریع داوری انجام بدید، میخوایم چاپش بکنیم اینا. اینجور مجلات فیک، خب اینا مجلات پریدیتور هستن، مجلات فیک به درد نمیخورن.
اما انجام داوری برای مجلات معتبر خیلی ارزشمنده. شما تو رشته خودتون دیگه مجلات معتبر رو میشناسید، برای شما یک ایمیل میاد که آیا شما داوری میخواین انجام بدید، ایمیل رو که اکسپت کردین داوری رو انجام دادی، براتون ایمیل تشکر میاد و حالا براتون یه سرتیفیکیت ممکنه بیاد یا بهتون بتن در واقع درخواست بتونید بدید که اون داوری شما لحاظ بشه توی پاپلون و به اون قسمت پاپلون شما اضافه بشه. کلا انجام داوری من قبلا یه ویدیو در موردش ضبط کردم و اهمیتش هم گفتم که چقدر زیاده و چجوری میتونید داور مجلات بشید، لینکش رو این بالا میذارم اون رو ببینید. داشتن داوری به تعداد بالا میتونه کمک بکنه و نشون بده که شما یه فردی هستین که شناخته شده هستین توی رشته خودتون و دیگران برای اینکه ببینن کارشون آیا علمی هست یا نه از نظر تخصص شما استفاده میکنن. مورد هشتم گرفتن ریکامندیشن لتر هستش، که البته ریکامندیشن لتر داشتنش بستگی به نظر وکیل داره و اینکه رزومه شما تا چه حد قوی هستش. رزومه های خیلی قوی، رشته های تاپ که دیگه مشخص هستش که این فرد علمی هستش و فرد هستش که خیلی کار کرده و از نظر کار علمی نمیتونه آفیسر راجبش نظری بده، اینا دیگه نیاز به ریکامندیشن لتر چه مستقل و چه وابسته ندارن. من قبلا یه ویدیو ضبط کردم و گفتم که ریکامندیشن لتر وابسته و مستقل رو چه جوری پیدا کنیم و چه جوری بتونیم ازشون ریکامندیشن لتر بگیریم، لینکشو این بالا میذارم، اون ویدیو رو هم حتما ببینید. ولی کلا رزومه شما به دو دست تقسیم میشه، یا انقدر قوی هستش که نیاز به ریکامندیشن لتری نداره، یا اینکه نیاز به ریکامندیشن لتر داره و به بعضی جاها باید توسط افراد شناخته شده توی آمریکا و یا خارج از آمریکا توصیه هایی بشه به آفیسر که بتونه آفیسر رو قانع بکنه. پس ریکامندیشن لتر هم بستگی به رزومه داره، ولی گرفتنش میتونه در بعضی از مواقع کمک کننده باشه. مورد نهم و دهم مواردی هستن که در مورد همه رزومه ها صدق نمی کنن، ولی داشتنشون میتونه نشون بده که رزومه شما قوی تر و پربارتر هستش، که مورد نهم در واقع مصاحبه هایی هستش که توی مدیا شما انجام دادید، چه روزنامه ها، چه تلویزیون، حالا به صورت لوکال، به صورت ملی، یا مصاحبه‌ای که توی صفحات اینترنتی داشتین، صفحات اینترنتی معتبر. اینها میتونه کمک بکنه که و در واقع ارائه مدرک برای این مصاحبه ها میتونه کمک بکنه که به وکیل که بتونه یه پتیشن بهتری بنویسه و رزومه شما رو نشون بده که رزومه بولتر هستش، قوی تر هستش و بیشتر به درد آمریکا میخوره. و مورد دهم در واقع اون بحث لایسنس گرفتن تو بعضی از رشته‌ها هستش. خب میدونید گرفتن لایسنس تو بعضی از رشته‌ها سخته و اینکه شما لایسنس تو اون رشته خاص داشته باشه کمک کننده هستش. کانترکت های قدیمی که داشتید، یعنی اون جابایی که قبلا داشتید، اگر که جابهایی باشه که مرتبط با رزومه شما بوده باشه و از مثلا نهادهایی باشه که حالا برای جاب مثلا همینجوری نیست که به همه هر کسی جاب میدن بدون هیچ کریتریایی، اون میتونه خیلی کمک کننده باشه. یا بحث تکنولوژی ترانسفر، مثلا اگر شما یک توی پایان‌نامه‌تون یا توی یک از مقالاتتون اومدین روی یک موضوعی کار کردین و بعد یه کمپانی یه شرکتی اومده از اون ایده شما استفاده کرده و در واقع اومده ایده شما رو برده تجاریش کرده، این مورد میتونه خیلی کمک کننده باشه. و همچنین مورد خیلی مهمی که میتونه بهتون کمک بکنه پتنت هستش، که این پتنت ها حالا اگه بین‌المللی باشه که چه بهتر، اگه داخلی باشه میتونید ترجمهش بکنید و اینکه بگید که حالا مثلا فقط لوکال هم نداشته باشه، طوری باشه که بشه تو آمریکا هم ازش استفاده کرد. اینها هم میتونه در واقع کمک بکنه. این موارد این چارتگان، موارد چارگانی که گفتم بهتون، این موارد هستش که میتونه در مجموع رزومه شما رو قوی بکنه و روی نظر مثبت آفیسر تاثیر بذاره. البته دیگه حالا توی رشته های خاص و با توجه به تفاوت بین رشته ها میتونه موارد دیگه ای هم باشه، ولی این 10 موردی که من گفتم 10 مورد کلی هستش که وکیل میتونه ازشون برای قوی تر کردن اون پتیشن لتری که مینیسه یا اون درخواستی که مینیسه برای گرین کارت شما استفاده بکنه. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو من همراه بودید. اگه این ویدیو براتون مفید بود و به دانش شما نکته‌ای رو اضافه کرد، ممنون میشم که اون رو لایک بکنید و با دوستان خودتون به اشتراک بذارید، چون بر اساس الگوریتم یوتیوب این لایک کردن باعث میشه که این ویدیو به افراد بیشتری نمایش داده بشه و افراد بیشتری بتونن از اون ویدیو استفاده بکنن. و اگه تا حالا تو کانال من سابسکرایب نکردین، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید من جا نمونید. خیلی ممنونم.